نازنین گیتی پورفاضل وکیل جوانی بود در اون زمان و شروع کرد مقالاتی در امید ایران نوشتن در عرصه حقوقی که بسیارم مقالات جالب. دیگه ازش بیخبر بود. گهگاه اینجا آنجا میشنیدم که وکالت فلان فعال سیاسی رو بر عهده گرفته، فلان جا داره دفاع میکنه از حقوق شهروندی، تا اینکه امضاش رو بر پای این بیانیه دید. مصاحبه‌اش رو شنیدم، دیدم، گفتم خب من چرا باهاش صحبت نکنم بعد از این همه سال. درود میفرستم به گیتی پورفاضل. سوه من نشینا خانم پورفاضل. درود به شما و بینندگان عزیزتون. من صداتون رو دارم. عجیب بود، من پرسیدم درنگ کردید. من سوال کردم بلافاصله شما باید جواب بدید که فاصله بین ما نگه. بله، یه لحظه دیر شنیدم. بله. خانم پورفاضل خودتون بگید در طی این سالها چی کار میکردید که به این نقطه رسیدید؟ یه مقدار از خودتون بگید. فعالیت هایی که در عرصه حقوقی داشتید، اجتماعی داشتید، وکالت هایی که قبول کردید و مشکلاتی که باش روبرو بود. آقای دکتر، شما در جریان وکلایی که 57 تن از وکلا بودید که اولین گروهی بودند که از کار بیکار شدند و اون خاطر هم هستش که آیت الله محمدی گیلانی روی یک تکه کاغذ، یک تکه کاغذ کوچک، نوشته بود که این 57 تن صلاحیت وکالت رو ندارن. یعنی بدون هیچ محاکمه‌ای و بدون تفهیم اتهام ما رو از کار برکنار کردن و پروانه هامون رو لغو. 14 سال از این قضیه گذشت. یعنی در سال 62 پروانه های ما رو لغو کردن. در سال 76 که وکلا خواستار این شدن که دو مرتبه با انتخابات هیئت مدیره خودشون رو انتخاب بکنن، ناگزیر در همون سال، شاید اردیبهشت ماه سال 76 بود که انتخابات هیئت مدیره برگزار شد و رئیس کانون که انتخاب شدن نامه ای نوشتن به قوه قضاییه که شما این تعداد از وکلا رو بدون محاکمه و بدون اینکه واقعا بدونن که به چه دلیل پروانه هاشون لغو شده، اینها رو باید بیاین و مجددا پرونده هاشون رو رسیدگی بکنید و ببینید که چه وضعیتی دارن. وقتی که آمدن، یه عده‌ای که هیچ کار سیاسی نکرده بودن و مثل بنده فقط زبون درازی کرده بودن پروانه ها رو پس دادن، ولی عده‌ای که در زندان بودن و با گروه های سیاسی پیوندی داشتن یا از اونها حمایتی کرده بودن، به هر حال اونها تا زمانی که در زندان بودن و دوره مجازاتشون رو میگذروندن موفق موند و بعد از اینکه از زندان آمدن بیرون اونها هم پروانه‌هاشون میگرفت. به هر حال 14 سال از کار وکالت من محروم شدم، ولی بعد از سال 76 که پروانه ما رو دادن من البته کار رو شروع کردم، ولی از سال 86 اولین پرونده سیاسی که داشتم مربوط به آقای کبودوند بود که من و خانم ستوده هر دو این پرونده رو به عهده داشتیم و بعد از اون به خصوص در جریان سال 88 پرونده های بیشماری من داشتم از هموطنانی که به هر حال به هر دلیلی دستگیر شده بودن، زندانی شده بودن یا حقی از اونها ضایع شده بود، من عهدهدار پرونده هاشون بودم که از همه جنجالی تر پرونده ستار بهشتی. درست، واقعا. حالا شما هستید اینجا، آدم میتونه ازتون بپرسه و این مادر بی نظیر و نمونهی که برای من یک الگو شده، یک مدل شده، با ستار چه کردن؟ چه شد واقعا؟ باور کنید روزی که مادر و خواهرش آمدن دفتر من که نمیشناختم و مادرش شروع کرد به صحبت کردن، همچنان که عشق میریخت من هم با او عشق،
چون خودم مادر بودم و حس میکردم که یک مادر براش چقدر سخته که بچهش رو بگیرن، ظرف 3-4 روز بهش خبر بدن که بیا جنازه بچه تو بگیر. و حالا با چه شرایطی که این بچه رو دفن کردم، من وقتی که وارد پرونده شدم دیدم این جوان فقط یک کارگر ساده‌ای بوده، 9 کلاس درس خونده، ولی به نسبت 9 کلاس قلم خیلی خوبی داشته و مسائل رو خیلی خوب تحلیل می‌کرده. وقتی که با بازپرس صحبت کردم حس کردم که زیاد خوششون نمیاد که من روی این پرونده باشم و به عناوین مختلف دلشون هستش که من از این پرونده کنار برم و کسان دیگه بیان این پرونده رو به عهده بگیرن. ولی مادر ستار بهشتی، خانم گوهر عشقی، به هیچ عنوان زیر بار نرفتن که شخص دیگری بیاد روی پرونده و من پرونده رو همچنان ادامه دادم. البته روز اولی هم که آمدن دفتر من بهشون گفتم که این پرونده به جایی نخواهد رسید، چون به هر حال کسانی که میان بازجویی میکنن و به چنین رفتار خشونت‌آمیزی دست میزنن، اینها از کجا حقوق میگیرن؟ حقوقشون بابت چی هست؟ درسته که این آقا فراتر از وظایفی که داشته رفته، ولی تصور نمی کنم که شما تقاضای قصاص که می کنید واقعا قصاصی در این مورد صورت بگیرد. به همین دلیل در روند پرونده کاملا متوجه شدم با این که شخص اون آقای اکبری که در واقع بازجوی این جوان بوده و خودش اقرار کرد که او رو کتک زده، و بعد هم که من روی پرونده رفتم دیدم که گزارشی که خانم دکتر از بدن این بچه داده به مافوقش، در اونجا کاملا نوشته که در اثر ضربات وارده سلول ها از بین رفتن و سلول ها دیگه اکسیژن بهش نمی رسیده و همین دلیل هم این اتفاق افتاده و مرگ رو به همراه آورد. ولی به هیچ عنوان زیر بار نرفتن که این رو یعنی بیانیه‌ای بدن که بله در اثر این ضربات وارده از بین رفت. پزشک قانونی نوشتش که ایست قلبی کرده یا به علت نامعلومی که برای ما مشکوک نیست از بین رفت. ولی پرونده کاملا نشون میداد که در اثر ضربات وارده این اتفاق افتاد. و خیلی جالبه این که میفرمایید میگویند بر اثر ایست قلبی. موارد ایست قلبی چندین مورد داریم، امید میرسیافی است و افراد دیگری، و شگفتا که این ایست قلبی در اوین اتفاق میفته. خب یکی از کارهای بسیار عجیبی است که باید روش تمرکز کرد. باری من نمیخوام شما رو در مسیر گذشته ها زیاد نگه دارم، ولی یک سوالی که ازتون دارم این است که در عرصه دفاع از موکلانتون شما تا کجا دست و بالتون بازه، تا کجا میتونیم پیش بریم و آیا تأثیر شما در پرونده ها مشهود تأثیر داره و متهم میتونه امیدوار باشه که یک وکیل خوب که در این حال مؤمن به اون کار و اون عقیده و اعتقاد هست، مؤمن به آزادی هست، بتونه کمکش کنه؟ هر حال وقتی که وکیل روی پرونده هست و زبان قاضی رو خوب میفهمه و از قاضی هم زبان او رو خوب متوجه میشه، روند پرونده به صورت دیگری است. افراد عادی با اصطلاحات حقوقی آشنایی ندارن، با قوانین آشنایی ندارن و چه بسا که ممکنه اشتباه هم بکنن یا حرفی بزنن، حرکتی بکنن که به ضررشون تموم بشه. ولی وکیل راهنمایی میکنه موکلش رو، از حق موکلش دفاع میکنه. وقتی پرونده رو میخونه میبینه که در کجاها به نفع موکلش هست، همون رو به هر حال بزرگ میکنه، اون رو به قاضی ارائه میده و بیگمان در روند پرونده و در دادن حکم مؤثر خواهد بود. البته من خاطرم هستش که پرونده‌ای داشتم در یک شعبه، چون پرونده های سیاسی رو من و حق الوکاله نمی گرفتم. اگر کسانی وسع مالیشون به حدی بود که میتونستن
مخارج پرونده رو فقط بدن، یعنی مالیات رو بدن، کپی رو، عیابزه‌ها و اینها رو بدن، اونها رو میگرفتم و اینن هم در وکالتنامه مینوشتم و مالیات رو پرداخت کردم. و اونهایی هم که نداشتن مینوشتن که ما از نظر مالی استطاعت نداریم و وکالت مجانی قبول شد. این هم میذاشتم روی پرونده. یک پرونده‌ای داشتم که با موکلم وقتی که رفتیم نشستیم، قاضی دادگاه انقلاب برگشت گفت من هفته پیش یک همچی پرونده‌ای داشتم که شما مجانی قبول کردید. میدونید که اون وکیل چقدر گرفته بود از موکلش؟ گفتم نه، من به کار همکارام کاری ندارم. گفت 30 میلیون گرفته. گفتم که آقای قاضی، من وقتی کسی که میاد پیشم نداره، اگر یک قرون بخواد به من بده، اون از گلوی من پایین نمیاد. به همین دلیل هم من یه زندگی بسیار معمولی دارم و میبینید که ماشین زیر پا مال 14-15 ساله میشه، برام هم اهمیتی نداره، چون ماشین که به آدم شخصیت نمیده. هر کسی شخصیتش در وجود خودش، نه به لباسشه، نه به خونشه، نه به ماشینش، مهم نیست. ولی مهم نیست که چه اثری روی موکل من خواهد بود. باور کنید، خانمی آمد پیش من، شاگردی آشپز بود، در جایی کار میکرد، پسرش رو قرار بود که اعدام بکنن. به هر حال من ازش دفاع کردم و این بچه رو از زیر چوبه اعدام نجات دادیم. یه روز مادرش آمد پیش من، نمیدونید چه میکرد، میگفتش که من رفته بودم پیش دادستان، دادستان منو معرفی کرد به یه وکیل، اون وکیل گفت من 19 میلیون میگیرم تا این پرونده رو پیش ببرم و شما هیچی از من نگیرید. گفتم خب عزیز من، هر کسی در زندگی خودش راهی رو انتخاب کنه، بعضیا ممکنه پول براشون همه چیز باشه، ولی من در زندگیم همیشه نسبت به مسائل مادی قانع بودم. به همین دلیل هم یه زندگی آروم و راحتی داشتم و بدون هیچ نوع گرفتاری های خاصی، چون معتقدم وقتی که انسان دچار لغزش میشه یا عمدن کار اشتباهی رو انجام میده، یه جورهایی در زندگیش این بازتاب پیدا میکنه. ولی این نکته جالبی رو براتون بگم، این که در مورد بعضی از وکلا گفتید، متاسفانه این حرفه وکالت حرفه مقدسی است. من یادم وقتی ما دانشکده حقوق بودیم، سر قضاوت و وکالت و اینا که همیشه بحث میشد، یادم است که چقدر استاد بزرگوار ما دکتر شهیدی، استاد دکتر نصیری، این برجستگان، اینها تمام تاکیدشون بر این بود که آقا اگر میخواین دنبال پول و اینا برید، دنبال وکالت و قضاوت نرید. یعنی بحثشون این بود که برای این دو حرفه وجدان انسان باید همیشه بیدار باشه و نلرزه و نلرزه. متاسفانه جمهوری اسلامی علاوه بر سیئاتی که حالا در همه عرصه ها بود، این عرصه وکالت رو خیلی آلوده کرد، به گونه ای که من گاهی مردمی بهم زنگ میزنن اشک میریزن که آقا ما اینقدر دادیم، بعد وکیلمون رفته با اون طرف ساخته و پدر ما رو در بود. خب شما میدونید این جرمیست که در کشورهای اروپایی، در امریکا این جرم سخت‌ترین مجازات ها رو داره. اگر خدایی نکردی بو ببرن یه وکیلی برخلاف مصالح موکلش، حتی اگه نساخته باشه، ولی برخلاف مصالح موکلش حرف میزده باشه یا پولی ازش به اضافه گرفته باشه. ولی خب متاسفانه در ایران بعضی از وکلا هستن که جزو قارون‌ها شدن، میلیاردرها شدن. ولی خب شما هم هستین که آدم بهتون افتخار میکنه. درود بهت بفرستم. و من میدونستم خانم پورفاضل از همون دیرگاه که انسان با شرف و با وجدانیست و به اون سوگندش مؤمن هست. خب یک کمی بیایم جلوتر خانم پورفاضل. زنان ایران واقعا از همون آغاز یه نقش عجیبی داشتن. من گاهی اوقات تأمل که میکنم میبینم مثلا اون اول انقلاب که با کلک و روسری یا توسری و اون اجتماع جلو نخست وزیری که هیچ وقت یادم نمیره و بعد مبارزهی که شکل دیگری گرفت. در دوران جنگ این زن شد سرپرست خانواده،
حالا یا شوهر در جبهه بود یا مریض بود یا علیل بود یا کارش رو از دست داده بود و این بانوی خانه بود. داره یه روز شیرنی میپخت، یه روز نان میپخت، یه روز لباس میدوخت، یه روز میرفت توی مغازه کار میکرد. این نقش رو اینا تو این 8 ساله جنگ چه نقش عالی داشت. بعد در دوران بعد از جنگ باز این مادران بودن، همسران بودن، دختران بودن که با فعالیت و کار در عرصه‌های مختلف کمک کردن به این که اون جامعه قبار گرفته سیاه یه لبخندی به لبش بیاد. و الان هم ما دختران ایرانی، پسرام همینطور، ولی دختران ایرانی رو میبینیم که زیباترینن در دنیا و اغلب موفق و کارهای جالب میکنن. برخوا شماها سرمشق و الگو بودید. میخوام ببینم که این حرکت اخیر شما چقدر ریشه داشت، از کی شروع شد، آیا با هم در تماس بودید، گفتگو میکردید؟ بله، خانم ها از همون ابتدای انقلاب وقتی که حاکمیت به عنوان هدیه قانون حمایت خانواده رو لغو کرد و آقایون خیلی خوشحال شد، البته همه آقایون نه، بسیاری از آقایون بسیار خوشحال شدن که قانون حمایت خانواده لغو شده و حالا میتونن دست از قنداق در بیارن، 4 تا زن بگیرن، روزی چند تا که میخوان سیغه کنن. ما از همون زمان به عنوان واکنش زنان دوره هم جمع شدیم و مبارزه رو شروع کردیم برای به دست آوردن حقوق انسانی خودمون، برای اینکه معتقد هستیم در جامعه خانواده اصولا جامعه رو میسازه. هر چقدر که خانواده امن‌تر باشه، هر چقدر که عشق و محبت در خانواده وجود داشته باشه، کمتر جامعه صدمه میبینه. چرا؟ برای اینکه فرزندان در یک خانواده بزرگ میشن که عشق و محبت رو میان پدر و مادرشون جاری میبینن. ولی متاسفانه همین لغو قانون حمایت خانواده جامعه رو به ابتذال کشوند. ما دیدیم که چگونه آقایون در شغل‌های مختلف، در پیشه‌های مختلف به چه صورتی نسبت به خانواده جفا کرد. زنان دیگری گرفتن، بچه‌های دیگری متولد شدن، در خانواده نفاق ایجاد شد، بچه‌ها از مادرهای مختلف بودن و اینها می‌آمدن توی دادگستری. این زنانی که 4 تا 5 تا بچه داشتن، بعد شوهرشون رفته بود یه زن دیگه گرفته بود، حتی به اینا نفقه هم نمیداد. اینها اعتراض داشتن، در دادگاه رو باز میکردن، به خصوص از قشرهای پایین جامعه که زیاد هم به بعضی از آداب و رسومی که به هر حال در دادگاه ها مطرحه توجه نمیکردن، در رو باز میکردن، میرفتن دادگاه و شروع میکردن از فحش دادن، ناسزا گفتن و میگفتن این شما هستید که باعث شدید که مثلا بچه من، 4 تا بچه من بدون نفقه و خود منم سرگردون میشم و شوهرم هم گذاشته رفته یه زن دیگه گرفته و من نمیدونم چی کار بود. از این جور صحنه ها بسیار ما دیدیم. من خودم خاطرم هستش که تازه پروانم که برگردونده بودن به هم، رفته بودم دادگستری، دیدم که یه خانم مسنی که در اون زمان شاید حدود 60-70 سال داشتن، از دادگاه اون که اومد بیرون دیدم داره گریه میکنه. خیلی ناراحت شدم، رفتم جلو گفتم چه اتفاقی افتاده عزیز من که داری اینطور گریه میکنی؟ گفتش که من یه زن تنها هستم، بچه ندارم، 30 سال با شوهرم زندگی کردم، الان شوهرم آمده 500 تومن 501 تومنی که مهریه من بوده گذاشته روی میز قاضی، میگه من میخوام زنم طلاق بدم. خب قاضی هم این کارو کرده. گفتم ببینید قاضی مطابق قانون حکم میده، خب نمیتونه قانون رو ندیده بگیره. الان قانون ما این هست که آقا میتونه بره هر وقت دلش خواست میتونه زنش رو طلاق بده با دادن مهریه و بره زن دیگه بگیره. یک لحظه حس کردم که این زن چقدر بی‌پناه. شما فکر کنید با 501 تومانی چی کار میتونست بکنه؟ این مسئله مونده 30 سال. بله، گفت من هیچ کسی رو ندارم، فقط یک پسرمو دارم که حالا باید برم خونه اون زندگی بکنم و چقدر برام سخت خواهد. ما این صحنه ها رو میدیدیم، ما این همه جفا و اجحاف رو نسبت به زنان میدیدیم، بنابراین نمیتونستیم ساکت بنشینیم.
به خصوص زنانی که با حقوق با قانون سر کار دارن میخواستن که یه جورایی حقوق انسانی زنان رو دو مرتبه زنده بکنن و این قانون رو بگذرونن. ما خیلی کوشش کردیم که بتونیم که قانون حمایت خانوادگی خوبی ارائه بدیم که خانواده رو منسجم بکنه. ولی متاسفانه ببینید چون اندیشه حوزوی در جامعه ما بعد از انقلاب گسترش پیدا کرد و فکر کردن که چون حکومت اسلامی هست بنابراین همه قوانین و همه موارد باید مطابق موازین اسلامی باشه، در نتیجه بسیاری از مسائلی که امروز ما نمیتونیم بپذیریم به دلیل جامعه تغییر کرده، جهان اندیشش تغییر کرده، زنان ما نحوه تربیتشون تغییر کرده، خواسته هاشون تغییر کرده، بنابراین این اندیشه حوزوی نمیتونه کارساز باشه. به همین دلیل جامعه روز به روز از بندهاش هستم گسسته تر شد تا به اینجای رسیده که متاسفانه حالا بگم که فقر خودش باعث میشه که فحشا از آن زاییده بشه و امروز ما میبینیم چقدر این مسائل آزاردهنده در جامعه ما گسترش پیدا کرده و حاکمیت هم نمیتونه کاری بکنه. بنابراین ما زنان تصمیم گرفتیم که بیایم همدیگر رو داشته باشیم، پشت پناه هم باشیم و مبارزه رو شروع بکنیم. البته هر چه که زنان ما خواسته هاشون رو عنوان میکردن متاسفانه با واکنش خشونت آمیز حاکمیت روبرو میشدن. وقتی که یه فنر رو شما هر چقدر که بیشتر فشار بدید به هر حال از یک جایی این فنر خودش رو رها میکنه. امروز جامعه ما به جای رسیده از نظر فروریزش اخلاقیات، از نظر وضع اقتصادی، وضع اجتماعی، وضع سیاسی، به بنبست سیاسی که رسیدیم، اینها همه باعث شده که جامعه ما یک جامعه بیمار و نابسامان بشه. ما خانم ها تصمیم گرفتیم که قدم پیش بگذاریم. بعد از اون بیانیه 14 نفری که آمد ما هم یک بیانیه بدیم برای احقاق حقوق زنان و احقاق حقوق مردم. به همین دلیل ما برای این باور هستیم که جامعه ما باید یک جامعه سکولار و دموکراتیک باشه و اون هم محقق نمیشه زمانی که ما بتونیم انتخابات آزاد داشته باشیم. پورفاضل، خانم پورفاضل، برخورد دستگاه با شما چگونه بوده تا الان؟ خب متاسفانه مشکلات زیاد داشتم. من عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا بودم، یک سمینار خیلی خوبی در مورد حقوق کودک برگزار کردم و من چون عقاید خاصی برای خودم دارم و یه پرنسیپایی دارم که دوست ندارم اونها رو زیر پا بگذارم، زیر بار بسیاری از خواسته های دیگران نرفتم و حتی کسانی که ریاست اون کمیسیون رو داشتن در نتیجه منو کنار گذاشتن و به من گفتن تو حق نداری با رسانه ها مصاحبه داشته باشی. من نوشتم براشون که چطور ممکنه که من اجازه نداشته باشم، شما در کجای قانون کیفری ما مطلبی در این خصوص دیدید که به من گوش زد میکنید؟ چون حرفی که شما میزنید غیر قانونیه. هر رسانه‌ای دیگه صدای دنیاست، برای اینکه شما وقتی صداتون پخش میشه از رادیو یا از یک کانالی تمام مردم دنیا میتونن اون رو بشنون. بنابراین به من شما نمیتونید پیشنهاد بدید و یا از من مصرانه بخواید که من با هیچ رسانه‌ای مصاحبه نکنم. البته در مورد پرونده‌هایی هم که داشتم خیلی مورد اذیت و آزار قرار گرفتم. حتی من رد صلاحیت شدم برای کاندیدا شدن هیئت مدیره قانون وکلا. به همین دلیل هم یک نامه بلند بالایی نوشتم به قاضی دادگاه انتظامی قضات و شرح دادم که به چه دلیل شما منو صلاحیتمو تایید نکردید و حتی رفتم پیشش و بهش گفتم. به هر حال ایشون صراحتا به من گفت که چرا این اتفاق افتاد.
شما گفت یک اصلی در قانون اساسی ما هست که شما اون رو نمیپذیرید و چون نپذیرفتید بنابراین تایید صلاحیت هم نشد. البته من متوجه شدم ایشون به صراحت هم به من گفت این مسئله رو. یه نیازی به بازگو کردنش من اینجا ندارم. خانم پورفاضل، از روزی که این اعلامیه شما بیرون اومده، خب من با آدم های مختلفی در تماسم، یه امیدی عجیب ایجاد کرده. یعنی بعد از اون 14 نفر که خیلی کار مهمی بود، کار شما مزید بر اهمیت شد و به اعتقاد من کار مهمی انجام دادید. من از خودتون میخوام بپرسم که وقتی این اطلاعیه رو مینوشتید و بیرون میدادید، آیا منتظر بودید اینقدر مورد توجه قرار بگیره؟ به هر حال هر کلامی و هر نوشته‌ای یک تلنگری است. شما کسی که مخاطبت است، ما زن هستیم، زنان اصولاً اون حس مادری که دارن از خشونت و خونریزی خوششون نمیاد. ما در این سالهای، در این چند دهه توجه داشتیم که در اطرافمون چی میگذره و به خصوص در کشور همسایه چی گذشته و چه جور رفتن یک سیستم و آمدن سیستم دیگر با کشتار و خونریزی و خشونت‌های بیشماری توأم بوده. ما دلمون نمیخواد در کشورمون بعد از 8 سال جنگی که داشتیم، بعد از این همه جوانی که کشته دادیم در جنگ ایران و عراق و در جنگ سوریه و در جاهای دیگه، دلمون نمیخواد که خانواده ها 2 مرتبه داغدار بشن، خانواده ها نابسامان بشن، چون وقتی که یک ناناور خانواده رو از دست میدن به هر حال خانواده دچار یک تنگناهایی میشه. ما به عنوان زن و برای اینکه گذر کنیم از این سیستم به سیستم سکولار دموکرات، آمدیم و این بیانیه رو نوشتیم. امیدوار هستم که حاکمیت ما توجه بکنه به این قضیه و او هم آینده رو طوری برای خودش ترسیم کنه که عاری از خشونت و هر نوع درگیری باشه. چون به هر حال ما حرف غیر منطقی نمیزنیم. ما میگوییم در جهان امروز استبداد دیگه نمیتونه محلی از اعراب داشته باشه. وقتی که ما 80 میلیون جمعیت داریم، این 80 میلیون برای خودشون، هر کدوم، هر انسانی برای خودش یک خواسته هایی داره و از یک حقوقی برخورداره که بهترینش همون حقوق شهروندی هست که اجازه داره باورهاشو، نوشته‌هاشو، خواسته‌هاشو بیان بکنه. بنابراین ما می‌خوایم که در یک جامعه زندگی بکنیم که اندیشه آزاد باشه، بیان آزاد باشه. هر کسی رو به خاطر اینکه اندیشه‌شو منتشر کرده به داغ و درفش محکوم نکنن. تصور نمی‌کنم خواسته ما خواسته خیلی فوق‌العاده‌ای باشه. امروز شما ببینید در همه کشورهای پیشرفته مسئله انسان‌ها که آزاد هستند و آزاد به دنیا میان، آزاد باید زندگی بکنن و در یک چهارچوبی که قانون تهیه می‌کنه، البته یک قانونی که در بطنش اون عدالت واقعی وجود داشته باشه که بتونه که او یک زندگی خوبی داشته باشه. ما خواستمون فراتر از اینها نیست، منتها ببینید که الان در دنیای امروز چی میگذره. ما نمیتونیم با یک اندیشه بسته که فقط میخواد قوانین قبیله خودش رو به هر ترتیبی که هست تو جامعه اجرا بکنه، ما شاهد باشیم، ببینیم و هیچ نگیم و زیر بار زور بریم. به هر حال همونطور که خدمتتون گفتم، هر فنری رو هر چقدر که شما فشار بدید و این چگالی بیشتری پیدا بکنه، در یک جایی منفجر میشه، در یک جایی به هر حال این فنر رها میشه. الان هم جامعه ما دقیقا همین حالت رو داره. میگه پریرو تا به مستوری ندارد، در بندی سر از روزن برارد. اگر که همه درها رو ببندیم، به هر حال یک روزنی باز میشه که اون روزن جای نفس کشیدن، از همون روزن نوری بتابه و اون روزن به دروازه تبدیل بشه
که مردم بتونن نفس راحت تری بکشن. خانم پورفاضل، بازتاب این کار شما در بین مردم عادی آیا دنبال کردین؟ متوجه شدید چه اتفاق؟ مردم میدونن، خانمای ایران میدونن چی کار کردید شما. من توی یک برنامه هم اشاره کردم، من امیدوارم روزی رو ببینم که این 14 نفر بشن 14 میلیون. برای اینکه هر چقدر تعداد این امضاها و تایید کنندگان بیشتر باشه، شما از حمایت جامعه بین‌المللی برخوردار میشید، از سازمان ملل شما رو در حمایت میگیره و دیگه نمیشه خیلی راحت 4 تنتون رو به زندان برد و ماجرا رو خاتمه داد. بنابراین میخوام بدونم شما خودتون در برخوردی که دارید چه حس میکنید؟ در فضای مجازی که بازتابش فوق‌العاده بوده و خانم‌هایی هم که در فضای مجازی نبودن، خارج از اون فضا هم به ما خیلی لطف کردن، تلفن‌های مکرری شده، دیدارها با ما، و خیلی خیلی خوب استقبال شده این 14 تن از طرف مردم، به دلیل اینکه خواسته ما خواسته مردم ایرانه. ما فراتر از اون چیزی نخواستیم. به هر حال همونطور که شما به خاطر دارید، بنیانگذار جمهوری اسلامی فرمودن که هر نسلی باید حکومت خودش رو، سیستم حکومتی خودش رو خودش انتخاب بکنه. آیا بعد از 40 سال وقتش نرسیده که ما مردم ایران بخوایم که حاکمیت ما به فرم دیگری باشه، با باورهای دیگری باشه و چشمش دنیا رو بهتر ببینه و اندیشه های مردم رو توجه بهشون داشته باشه، اندیشه مردم دنیا رو هم همینطور. ببینید ما در جهانی که مسئله اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرحه و کنوانسیون های بین المللی حقوق کودک، حقوق رفع تبعیض از زنان مطرح هست، ما نمیتونیم ساکت بنشینیم و بگوییم که کار زن فقط همونیست که از قدیم بوده، اون تقسیم کاری که بین زن و مرد بوده و بهترین زن اونیست که به کنجی نشینند و زایند شیران نر، که این چیزی نیست که امروز زنان ما میخوان در اجتماع باشن. خوشبختانه شما میبینید زنان ما در تمام زمینه ها استعدادهای خوب خودشون رو بروز دادن. این استعدادها هزاران سال از بین رفته در کنج خانه ها، در کنج آشپزخانه ها، در پستوها، چون زنان رو در 4 دیواری خانه ها نگه داشتن. ببینید الان دوران آقای محمد غزالی نیست که میگه که اگر زنی خواست با نامحرمی روبرو شد انگشتش رو در دهانش بگذاره به طوری که صداش رو اون نامحرم نشنوه. ما گذر کردیم از اون زمان ها. ما دیگه در دوران آقای کلینی نیستیم. ما در این دوره زندگی میکنیم که پاپ میگوید جهنمی وجود ندارد، ولی ما همچنان باید سرخم بکنیم در مورد صحبتهایی که میشه، باورهایی که میشه، و به خصوص که میخوان به ما این باورها رو بقبولونن. ما نمیتونیم زیر بار بریم، ما زیر بار زور زنان نمیریم، هرچند که زندانها رو از ما پر بکنیم، هرچند که ما رو به داغ و درفشتون محکوم بکنیم، ما زیر بار نخواهیم رفت. باید این جامعه تغییر. یکی از مشکلاتی که خانم پورفاضل، فکر میکنم شما و جامعه ایران باش روبرو هست، بعضی از این خانم هاییست که خودشون رو اسلامی میدونن و معلمان اخلاق و اسلام، بعضا توی تلویزیون اینا رو میبینم که چه حرف های بی ربطی رو سرهم میکنن و به جامعه میگن. در مقابل شما تریبون ندارید، اینها همه تریبون ها در اختیار اوناست و به اعتقاد من این گام شما یه فرصتی به وجود آورد که حداقل تریبون های متعددی به این مسئله بپردازه و شما هم صدا پیدا کنید. برای اینکه واقعا من صدا و سیما رو نگاه میکنم، مشمئز میشم از این خانم هایی که اینا میارن و ادعا میکنن جامعه شناسن، دکترن، کارشناسن، و
عجب حرفای بی ربطی میزنن، اصلا باورش آدم نمیشه که چه چیزهایی میگن. و فکر میکنم این کار شما یه اقدام بسیار بزرگ. آقای دکتر بسیار کار خوبی میکنن که اینها رو میارن در رسانه ها نشون میدن. چرا؟ برای اینکه ما در دنیای تعقل زندگی میکنیم، نه در دنیای تعقل. این خانم ها حرفایی که میزنن حرفایی نیستش که جامعه امروز و مردم امروز بپذیرن. بنابراین ما حرفامون، باورهامون و آنچه که با مردم در میان میگذاریم بازتاب بسیار بهتر و بسیار هم اثرگذارتر هست. من خیلی خوشحالم رسانه ما، کانال های تلویزیون ما بیارن این خانم ها رو، هیچ اشکالی نداره. وقتی یه خانم جامعه شناسی با اون پوزیسیون میاد میشینه اونجا، یعنی میگوید که من از مرد کمترم، در حالی که ما زنان خودمون رو، ما زنان ایرانی با همین پوشش و با همین باورهایی که داریم هرگز خودمون رو از هیچ مردی کمتر. زنانشان چنینند ایرانیان، چگونند مردان و جنگاوران. ما یک پشتوانه تاریخی عظیمی داریم، ما یک هویتی داریم مثل شاهنامه. شما ببینید که زنان در شاهنامه همه از یک دانایی و خرد و تدبیر برخوردار هستند. البته در شاهنامه زنی هم هست که در اثر بیراه رفتن شماتت شده، ولی شما بیاین زنان دیگر در شاهنامه، کتایون رو ببینید، سیندخت رو ببینید، رودابه رو ببینید، فهمینه رو ببینید، اینا همه زنان دانا و خردمندی هستند که پشتوانه هویت ما هستند. هویت ما باورهای خودمونه، باورهای ایرانیه، باورهای نیاکانمونه. یعنی همون نیاکانی که برای زن 7 روز جشن میگرفتن به عنوان روز زن و تمام کارهای خانه رو مردان انجام میدادن برای تشکر و سپاسگزاری از زنانشون، از زنان خانواده که این همه زحمت میکشن و رفاه و آسایش رو برای زنان ایجاد میکنن، برای خانواده این زنان ایجاد میکنن. ما یک همچه فرهنگی داریم، بسیار فرهنگ. هرچی بیشتر به گذشته ما نگاه کنیم بیشتر به گذشتمون وابسته میشیم. چرا؟ برای اینکه حقوق انسانی رعایت شده. شما تصور بفرمایید وقتی که در یک دنیایی که سیستم بردگی رو پذیرفتن و ایران تنها کشوری است که میاد سیستم بردگی رو نمیپذیره و کوروش میگوید که تمام مردمی که در قلمرو من زندگی میکنن آزاد هستن و هیچ کس حق نداره که به دیگری ستم بکنه، این خیلی حرف بزرگیه در 2500 اندی سال پیش. وقتی که من راجع به تاریخ ایران تحقیقی میکردم به اندیشه دیاکونوف برخورد کردم، میگوید که من اصلا نمیتونم باور کنم که چطور ممکنه در یک جهانی که همه سرزمین ها این سیستم بردگی رو پذیرفتن در ایران این سیستم پذیرفته نشده، به خصوص وقتی که بایگانی تخت جمشید پیدا شد. 36,000 لوح پیدا کردن که تخت جمشید رو کارگران ساختن، نه بردگان. کارگرانی ساختن که حقوق میگرفت، کارگرانی ساختن که وقتی یک زن کارگر میرفته برای زایمان به او تقدیر میدادن که تو داری میری، ما این فرصت رو به تو میدیم که کار نکنی مدتی و میری که یک انسانی رو به دنیا بیاری. شما ببینید در تمام متونی که من، متون البته قدیم، ما قدیمی ترین متنی که داریم متن اوستاست، در اونجا من حتی یک کلام ندیدم که به زن تحقیر شده باشه. میگوید که فروهر همه زنان و مردان پارسا را می ستایم. همه زنان و مردان پارسا را می ستایم. و مردان. ما با زمانی داریم با هم صحبت میکنیم آقای دکتر که مذکر مؤنث نداره. زنان ما دوش به دوش مردان ما زندگی کردن در این سرزمین. اینجا واقعا باید گفت که سرزمین اهوراییه، برای که وقتی که شما به گذشته نگاه میکنید، به تاریخ این سرزمین نگاه میکنید، با همه سرزمین های دیگر فرق داره. شما ببینید ارسطو و افلاطون، بزرگترین دانشمندان یونانی، میگویند که زن حیوان گیسودرازه. و بعد این اندیشه میاد در فلسفه اسلامی هم وارد میشه و ملا صدرا میگوید که
زنان حیواناتی هستند که فقط برای لذت مرد آفریده شدن. و یا محمد غزالی میبینید که زنان رو با انواع حیوانات مقایسه میکنه و میگه بهترین زن اون زنی است که صفت گوسفندی رو داشته باشه، یعنی کاملا مطیع و رام باشه. آیا زن امروز، زن امروزی که بزرگترین جایزه ریاضی رو میگیره یا به فضا میره یا به هر حال در هر زمینه که داره کار میکنه استعداد خودشو نشون میده، جایزه میگیره و بهترین هست، آیا میتونه مثل دوران غزالی زندگی بکنه یا اندیشه ملا صدرا رو بپذیره در مورد زن؟ نه. خب ما چرا اندیشه پربار سرزمین خودمون رو نگستریم در دنیا؟ چرا ما اون سپند بزرگی که برای ما به یادگار گذاشته شده، بزرگترین اندیشمند جهان که واقعا همه کسانی که به نوعی با قلم و کتاب سر و کار دارن اونو بزرگترین اندیشمند دنیا میدونن، با سپند انسانسازی میکنه، میگه تو اندیشت نیک باشه، گفتارت نیک باشه، کردارت هم نیک باشه. خب ما با این سپند نمیتونیم انسانسازی بکنیم؟ آیا نباید در این سرزمین زنان و مردان بزرگی ببالند که اندیشهشون بسیار بسیار برای دیگران متفاوت باشه از سرزمین های دیگر و مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره؟ به هر حال ما زنان ایران از یک هویت و پشتوانه‌ای برخورداریم که شاید زنان هیچ سرزمینی از این پشتوانه برخوردار نباشند. سرکار خانم پورفاضل، شما یادتونه که زنان ایران در آستانه انقلاب در همه عرصه‌ها آنچنان تعالی پیدا کرده بودند. مهرندگی منوچهریان در مقام قاضی می نشست، شما وکیل بودین، شما همه زنان فعال سیاسی داشتیم، وزرایی داشتیم. متاسفانه بعد از انقلاب یک تجربه وزارت خانم دستشیردی برای وزارت چقدر بد تمام شد و چقدر به خود ایشون که از اهل بیت بود تحقیر و توهین شد. من نگاه میکنم به افغانستان، کشوری که از نظر جامعه مدنی و زندگی از ما خیلی عقب افتاده تره، از همین حالا ما هم عقب افتاد و از نظر مذهب بسیار متعصب تر. در این کشور 25% از نمایندگان مجلس باید از زنان باشند. درود بر آمریکا که اینو گذاشت. همینطور در عراق، در کابینه افغانستان چند وزیر زنند. همینطور در کابینه عراق. عراق سفرای زن در اقصا نقاط جهان داره. همینطور افغانستان. عربستان سعودی الان سفیرش در آمریکا یک بانوست. بحرین سفیرش در آمریکا یک بانوی یهودی بحرینیه. آقایون اومدن حالا یه خانم سفیرم که درست کردن فرستادن که خب از خودشون بود و با چادر و چاقچو رو حالا من میدونم چه جوری ایشون مثلا رفته پیش پادشاه مالزی استوارنامه داد یا برنئو. غرضم اینه، اون که سنی البته، غرضم اینه که خانم پورفاضل، من تصور میکنم زنان ایران حقوقی داشتن که ازشون سلب شد، نه اینکه حقوقی بهشون داده بشه. در افغانستان و عراق بهشون داده شده، ولی در ایران این حقوق رو داشتن و سلب شد. بنابراین به نظر من کار شما خیلی با اهمیت تره، یعنی شما یک بازگشت به عقب رو باید جلوش بیستید و ایستادید. حالا ایستادید، یعنی به نظر من این هنرپیشه های ایرانی حالا با همه این محدودیت ها، مدلی که اینا در فیلم ها ظاهر میشن یا در عکساشون، نفی تمام این زوری است که اینا زدن که زن رو به پیچونن لای چادر شب و اون ریخت رو ازش درست کنن. من معتقدم شما کار بسیار بزرگی دارید میکنید و همه ما با شما هستیم همدل و همصدا. من سپاسگزارم از حسنیت شما و یک مسئله رو میخوام خدمتتون عرض بکنم که اگر این انقلاب سال 57 در دوره قاجاری اتفاق افتاده بود و حکومت جمهوری اسلامی آمده بود روی کار، شاید اونقدر بازتاب و واکنش مردم نشون نمیدادن که در سال 57 اتفاق افتاد که بسیاری از حقوق رو زنان به دست آورده بودن و میکوشیدن که اگر در جایی باز تبعیضی هست اون
تبعیض رو از بین ببرن و بتونن واقعا به حقوق انسانی خودشون دسترسی پیدا بکنن. ببینید واپسگرایی یک واقعیتی بود که ما بعد از سال 57 دیدیم. زنان ما در به هر حال همه ارگان ها و همه سازمان ها کار میکردن، وزیر داشتن، نماینده داشتن در مجلس، سفیر داشتن در خارج از ایران، آرام آرام داشتن پیش میرفتن و آرام آرام داشتن اون نگاه غیر تبعیضی رو داشتن در جامعه گسترش میدادن که بین زن و مرد فرقی نیست، اگر هر دو از یک تربیت و از یک محیط خوب برخوردار باشن، استعدادها زن و مرد نمیشناسه، استعدادها بارز میشه و همچنان توانایی ها هم بارز میشه. با توجه به این که امروز حتی از نگاه پزشکی هم، حالا اگر من این حرف رو به شما بزنم همه میگن این خانم فمینیسته. ببینید من نمیدونم چرا از لغت فمینیست اینقدر آقایون وحشت دارن. فمینیست مگه کیه؟ فمینیست میگه من میخوام فقط حقوق انسانی خودم رو به عنوان زن داشته باشم. حرف نامربوطی هم نمیزنه. ولی منظورم این هستش بس. که وقتی که زنان ما میتونستن در همه عرصه ها برن و خودشون رو نشون بدن، توانایی هاشون رو نشون بدن، آرام آرام ما به طرف یک جامعه پیشرفته داشتیم گام برمی داشتیم و چه بسا در اون ریلی که از نظر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ما افتاده بودیم به توسعه پایدار می رسیم و امروز جزء کشورهای جهان سوم نبود. ولی متاسفانه به هر حال ما یک کشوری هستیم که گاز و نفت و مس و بسیاری از خانیا رو داریم که اینها مواد اولیه است که دنیا بهش نیاز داره و ما هم در بعضی از مواقع به دلایلی که بیشتر دلایل سیاسی داره سرکوب شد. خاطرمون باشه که منافع ملی ما در این مدت 40 سال چقدر پامال شده. این همه پول نفت گیر اومده تو این مملکت به جایی که صرف آبادانی بشه، به جایی که از همطور که در قانون اساسی نوشتن از ابتدا تا دانشگاه مجانی باشه و بچه‌های ما بتونن درس بخونن، حتی خانواده‌هایی که در تنگنای مالی هستن مشکلی نداشته باشن اگر بچه‌شون استعداد داره بتونه این استعداد رو شکوفا بکنه. ما متاسفانه حقوقی رو از دست دادیم که داشتیم. همین باعث شده که ما در جایی ننشینیم و همچنان استوار بیستیم و این حقوق خودمون رو طلب بکنیم. وقتی که درود بر شما خانم پورفاضل، وقتمون متاسفانه تموم شد، سپاسگزارم. البته اون پولایی که میگید اومد جنوب لبنان رو آباد کرده برای آقای حسن نصرالله، ویلا، خانه، توالت فرنگی و ایرانی. در حال ممنونم ازت، بسیار سپاسگزارم. آرزو میکنم این جنبش و این چراغی که برافروختید همه ایران رو روشن کنه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق سرکار خانم گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری و یکی از مبارزان جنبش زنان ایران، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.